درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و دوست داشتنی. حدود 3 ماه قبل بود که بعد از شروع اعتراضات مردم به صورت پراکنده در شهرهای مختلف ایران، ناگهان دانش آموزای ایرانی، مخصوصا دانش آموزان دختر، با شجاعتشون باعث شدن تا همه شهرهای ایران با هم برای رسیدن به آزادی هم قسم بشن. حالا بعد از 3 ماه و در حالی که آزادی خواهان ایرانی دارن برای زدن ضربه آخر در شب یلدا آماده میشن، دخترای دانش آموز یک بار دیگه خون تازه‌ای به رگ‌های انقلاب بزرگ مردم ایران تزریق کردن. امروز تعداد زیادی از مدارس دخترانه در سرتاسر ایران شاهد شجاعت و هوشیاری دخترای دانش آموزمون بود. دخترایی که یاد همه کسایی که جونشون رو فدای آزادی ایران کردن زنده نگه داشتن. از مجید رضا و محسن گرفته تا حمید رضا روحی. البته این شجاعت فقط مختص به دانش آموزای دختر نیست و هستن پسرای نوجوانی که از همین سن نوجوانی دارن یاد میگیرن چطوری برای گرفتن حقشون مبارزه کنن. شب یلدا طولانی ترین شب سال نیست. طولانی ترین شب سال شبی بود که مادر کیان از همسایه‌ها برای جنازه بچهش یخ میخواست. طولانی ترین شب سال شب یلدا نیست. اون شبایی بودن که مادر پدر حسین رونقی جلوی اوی میشستن تا خبری از بچهشون بهشون برسه. طولانی ترین شب سال شبی بود که برادر جنازه برادرش رو صبح تو ماشین گردوند تا دزدیده نشه. طولانی ترین شب سال شبی بود که رفیق بالا جنازه رفیقش نشست و تا صبح بهش چشم دوخت و تنهاش نذاشت. طولانی ترین شب سال شبی بود که محسن و مجید رضا میدونستن قرار فردا اعدام بشن با تمام آرزوهایی که تو اون تایم جوونی داشتن. طولانی ترین شبای سال تمام این شبایی که مادر پدرها منتظرن تا خبری از فرزند گم شدهشون بهشون برسه، یا اون پدر مادرهایی که دلشون نمیخواد صبح بشه تا نکنه خبر اعدام بچهشون بهشون برسه. اینا طولانی ترین شبای سالن و کاش تموم شد این شبایی که اندازه یه عمر مو سفید میکنن. اما شما این شب یلدا یک ایرانی اصیل باش. اما همزمان با درس شجاعتی که نوجوانامون برای قشر خاکستری برگزار میکردن، قاتل اعظم خانواده های کسانی رو که توی شاهچراغ در اوج درماندگیش و زیر فشار شدید معترضین ایرانی قربانی کرده بود به لونش دعوت کرد و روی خون قربانی های شاهچراغ یه رقص ویژه آخوندی برپا کرد. این قضیه رو هم نباید بگذارن فراموش بشه. البته فراموش نمیشه. اما بایستی دستگاه های فرهنگی ما، دستگاه های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما، مثل قضیه عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، این قضیه رو بایستی نگه دارن، بزرگ کنن، ترسیم کنن. آیندگان بفهمن ما توی این زمینه ها کوتاهی داریم. ما در قضیه رسانه و تبلیغ و ترسیم و واقعیات کوتاهی داریم. خیلی از جوانهای ما و شما قضایای 20 سال قبل رو نمیدونن، قضایای منافقین رو نمیدونن. حالا شما جوانا که اینجا هستید، هر کدومتون تو کار هنر، تو کار رسانه، تو کار تبلیغ، تو کار نگارش دستی دارید، یادتون باشه که اینا جز وظایف حتمی ماست. این روزا آلودگی هوای تهران به حدی رسیده که معنی واقعی کلمه نفس کشیدن توش غیر ممکنه. تهران تبدیل به یک کوره دستساز آخوندی شده که دارن توش میلیون ها ایرانی رو بدون درد و خونریزی قتل عام میکنن. سلام، امروز 28 آذر سال 1401 هستیم. اسم اردوگاه آشویتس حتما شنیده بودید.
اردوگاهی که با گاز نازی‌ها در حقیقت یهودی‌ها رو کشتار دست جمعی انجام دادن. ما حالا یه جایی داریم بزرگتر از اونجا به نام اردوگاه تهران، همینطور که می‌بینید اینجا دامنه اقدسیه است، دامنه کوههای اقدسیه. این آلودگی تهرانه که چشش رو نمی‌بینه، یعنی در حقیقت یه فاصله شما 200 متر رو دیگه نمی‌تونید ببینید. و با انواع گازهای مختلف که دیوکسید گوگرد همش اضافه شده اقدام کشتار انجام میدن، و کشتار خیلی خوب سریع بدون درد و خونریزی. و جالب، آقای رئیسی و همفکراش آقای زاکانی حرف از پیشرفت انقلابی میزنن. من نمیدونم این پیشرفت انقلابیه، دلار 40000 تومانی پیشرفت انقلابیه، عدم آزادی پیشرفت انقلابیه، عزت و احترامی که توی فرودگاه‌های اروپایی و آمریکایی به ما میذارن پیشرفت انقلابیه. اینا ببین پیشرفت رو تعریف کنن مثلا. اما حالا که همه دنیا میدونن ایران تبدیل به یه ویرانه شده، بد نیست یه کلیپ شگفت انگیز از صحبت‌های ابراهیم رئیسی وقت تحویل سال که داره بین کاربرای فضای مجازی به سرعت دست به دست میشه هم یه نگاهی بندازیم. البته رئیسی توی این مدت حداقل به یکی از وعده‌هاش عمل کرده که اگه متوجه شدید توی کامنت‌ها برای بقیه هم بنویسید. به خدمت رفتیم. امروز همه نهادهای انقلاب اسلامی با دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و همه در کنار مردم قرار دارند. برخلاف مقاطعی که دائما مسئولان از تریبون‌ها علیه یکدیگر بدگویی می‌کردند و مردم را نگران می‌کردند، با همکاری و هماهنگی قوا و همه نهادها تلاش شد اختلاف نظرها به داخل جلسات کارشناسی منتقل گردد و تریبون‌های رسمی را به محل تزریق روحیه امید و همگرایی برای حل مشکلات کشور تبدیل کردیم. دولت شما مردم با دیپلماسی فعال تعادل را به سیاست خارجی بازگردانده. بزرگترین دستاورد کشور در این سالها شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری امریکایی ها بوده که با مقاومت ملت ایران این شکست میسر شد. ملت عزیز ایران، بدانید من از رنجهای شما به صورت مستقیم با خبرم. در سفرهای استانی، در ملاقات عمومی با مردم اون رو لمس کردم. در 7 ماه از کار دولت تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم انجام شده و همچنین توجه خاص به اقشار ضعیف داریم و انشاءالله پس از این نیز خواهیم داشت. در سال جاری انشاءالله مسئله اشتغال مسئله اول ماست. بیکاری منشأ همه مصیبت‌های اقتصادی و اجتماعی است و حمایت از تولید در صدر برنامه‌های دولت خواهد بود. به حول و قوه الهی و بدون تردید امسال ملت ایران نتیجه استقامت و ایستادگی خود را خواهند دید.